عرض سلام و ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز با حل یک سوال از آزمون خلمچی 19 فروردین 1401 در خدمت شما عزیزان هستم ببینید بچه سوال میگه که در یک کارخانه گاز کلور تولید شده در سلول برق تافته ناسیل رو با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و از فرآورده حاصل برای تولید یک پاک کننده خورنده استفاده می شود. اگر با مقدار پاک کننده خورنده تولید شده در این کارخانه در طول یک شبانه روز بتوان 63 گرم رسوب کلسیم کربنات رو به طور کامل از بین برد در طول یک شبانه روز چند گرم نمک سدیم کلرید مذاب در این کارخانه برکاف می شود. بچه بازده درصدی برکافت اناسیل رو 75 درصد و بازده درصدی تولید هاشیل رو 60 درصد اعلام کرد. برای حل این سال توصیه میشه که اول واکنش برقافت تافت NACL رو بنویسیم بچه که دو تا NACL مذاب میدهد دو تا NA مذاب به اضافه گاز کلور. خب ببینید بچه برای حل سوالات استوکیومتری یه نکته ای که باید بلد باشین این هست که اگر ماده ای توی یه واکنشی تولید بشه و توی واکنش بعد مصرف بشه ما به این ماده ها میگیم گونه های حد واسط و برای حل سوالات استوکیومتری فقط کافیه که ذرایه به گونه های حد واسط رو با همدیگه برابر بگیریم و یکسان کنیم در این صورت معلوم و مجهول مسئله رو که متعلق به هر واکنشی که میخوان باشند رو شما میتونید با همدیگه در کنار همدیگه قرار بدین و تناسب استوکیومتری رو ببندین و سالو رو حل کنین خب گونه حد واسه توی واکنش اول و دوم گاز کلور هست که توی واکنش اول تولید شده و در واکنش دوم مصرف شده و توی واکنش دوم و سوم گاز HCL هست که بچا توی واکنش دوم تولید شده و توی واکنش سوم مصرف شده ما برای موازنه واکنش دوم یه دو پشت HCL میذاریم و برای موازنه واکنش سوم هم یه دو باید پشت HCL قرار بدیم خب الان گونه های حد واسط من توی واکنش یک و دو و در واکنش های دو و سه به خودی خود با موازنه کردن واکنش ها هم زریب شدن بچه پس من الان به راحتی میتونم معلوم و مجهول مسئله رو که از واکنش های مختلف باشن رو در کنار همدیگه بیارم و تناسب ببندم که معلوم مسئله 63 گرم رسوب کلسیوم کربونات بوده و مجهول مسئله چند گرم سدیوم کلورید مذاب هست ببینید بچه ها من این دوتا رو کنار هم دیگه میارم دو تا این آسیل داشتم میاد کنار یه دونه کلسیوم کربونات خب 63 گرم کلسیوم کربونات دارم ذریبش که جرم مولیش 100 هست میخوام ببینم چند گرم سودیوم کلورید رو میتونستم برکاف کنم اینجا ذریب دو هست در جرم مولیش که 58 و نیم باشه خب بچه ها، یه نکته ای که اینجا وجود داره بازده درصدی اعلام شده بازده درصدی رو ما باید همیشه در واکنش ضرب کنیم اما وقتی دقت می کنیم توی این سوال هر دو ماده ای که مطرح شدن جزء مواد واکنش هستند. اینجا یه نکته ای وجود داره و اون هم اینه که بچه های عزیز شما بازده درصدی رو اگر هر دو ماده جزء مواد واکنش باشن باید در واکنش دهنده مجهول ضرب کنیم یعنی اینجا هم هفتاد و و هم شست صدم رو باید در واکنش دهنده مجهول ضرب کنیم و بعد تناسب رو ایجاد می و میریم سراغ محاسبه مقدار x که <تصح> <تصح> میشه برابر دو در پنجاه و هشت و نیم در 63 تقسیم بر 100 در 600 که 60 شو پایین میذارم صدش شو بالا میارم در 75 صد رو بچه ها میگیرم 3 سه 4 3 شو پایین میارم و 4 شو میبرم روی صورت دست خب اینجا بچه های عزیزم شما میتونید یه تقریب بزنید من 58 و, و نیم رو دو واحد و نیم بالا میبرم و 60 در نظر میگیرم و در عوض 63 رو برای تقریب جبران تقریب اول اون هم 3 واحد پایین میارم و 60 در نظر که تقریب اول هم جبران بشه خب همونجور که مشاهده میکنید ساده میکنیم ما 60 بالا رو با 60 پایین بزنیم 100 رو با 100 ساده میکنیم و نتیجه میشه 480 تقسیم بر 3 که تقریبا جواب به دست میاد 160 یعنی گزینه سوم میشه جواب نهایی این سوال امیدوارم که موفق و معید باشید خدا نگهدار